دوستان گرامی، برگشت فامیل شریف مجددا به قدرت در پاکستان یک خبر خوب نیست و ما به این نتیجه می رسیم که این ملت هایی که در حواشی ما قرار دارن یا در نزدیکی ما قرار دارن به شمول مردم افغانستان زیاد قابل اعتماد نیستن، برای اینکه اینا خاطرات بسیار بد از فامیل شریف دارن و از جانب این بسایر داکوها و دوستها و رزنها و مجرمین جرأت میده تا اونا هم به صحنه سیاسی برگردن. داکو، قاتل، دزد و رهزن و بالاخره مجرم به صحنه بر میگردد. اشتباه برداشت نشود. این نام کدام فیلم نیست. این یک حقیقت تلخ است، اما تلختری که بازگشت دوباره این مجرم به کشور و اکرام و اعزازش به عنوان رئیس جمهور سابق یا زعیم ملی یا گنی بابا یا غنی بابا، اهانت به خون قربانیان حکومتداری فاجعه بار او و زنده کردن خشم و نفرت عمیقی است که مردم افغانستان از او دارند. طالبان از اشرف غنی رئیس جمهور فراری دعوت کردند که در مجمع افغانها قرار است به زودی در کابل برگزار شود شرکت کند. به گفته سفیر طالبان در مسکو، این که مجمع افغانها یک لوی جرگه خواهد بود یا خیر هنوز معلوم نیست، اما آمادگی ها جریان دارد. طبعاً سخنگوی طالبان زمیرای مجاهد از احتمال برگزاری یک مجمع افغانها با منظور بحث روی مسائل افغانستان خبر داده و گفته بود ما هنوز نامی بران نمی گذاریم، ولی یک مجمع افغانها جور خواهد شد و بالای مسائل بحث خواهد کرد. او گفته بود که تصمیم برای این گرده همایی پس از نشستهای در کشور چین اتخاذ شده که هدف آن یافتن راه حل برای مشکلات کنونی افغانستان است. صرف نظر از اینکه این جرگه چه اهدافی را دنبال می کند، ترکیب و ساختار آن چگونه خواهد بود، چه کسانی در آن شرکت می کنند، چه صلاحیتهایی دارد، چی تصمیم های خواهد گرفت و به چه اندازه می تواند تصمیمات آن بر سرنوشت بحرانی سیاست و امنیت و عدالت و اقتصاد افغانستان اثرگذار و سودمند باشد، دعوت از چهره بدنام، نفرت انگیز، خیانتکار و جنایت پیشه مانند اشرف فراری کلیت این جرگه را تحت تاثیر قرار می دهد و بدون شک بر نگاه ها نسبت به آن اثر منفی خواهد گذاشت. جرگه افغانان باید جرگه برای مردم افغانستان و نمایندگان واقعی آنان باشد، جرگه ای که در آن درباره سرنوشت مردم تصمیم گرفته شود که دستمایه خیانت های مجرمانه اشرف فراری و تیم فاشیست و فاسد او فرار کردند و بدبخت شدند. این جرگه باید به صحنه برای محکومیت خیانت ها و جنایت های این مهره های مزدور و دست نشانده قرار بگیرد، نه محمل برای تطهیر و تبرئه او و یا تحمیل دوبارش به مثابه یک زعیم ملی و بابای دیگر برای افغانستان. اشرف غنی در دوران حکمرانی فاجعه بارش نشان داد که هرگز افغانستان را وطن خود نمی داند. او هیچگاه نسبت به این وطن، مردم و منافع آن تعهد نداشت. او یک خائن بزرگ ملی بود، مزدور بی‌هویت که تمام تلاشش تحقق اراده قدرت‌های استعماری و اشغالگران بود و در داخل کشور نیز تنها به منافع قومی و قبیله‌ای یک مشت فاسد و فاشیست مانند خودش، محب، فضلی، اطمر و سایرین می‌اندیشید و فاقد هر گونه تفکر ملی در جهت نجات افغانستان و ساختن وطنی برای همه مردم بود. از این منظر او نه تنها مجرم و خائن است، بلکه حتی هویت ملیش نیز مخدوش و مورد سؤال قرار دارد، زیرا تمام میراث شوم او هدایت کشور به ورطه بحران و فاجعه و فروپاشی و جنگ و کشتار و خونریزی و ترور و تعصب و تفرقه بود. او یک قاتل است و دستش تا آرنج به خون ده ها هزار نظامی و غیر نظامی کشور آغشته است. بازگشت دوباره او به کشور و اکرام و اعزازش به عنوان رئیس جمهور سابق یا زعیم ملی یا گنی بابا،
اهانت به خون قربانیان حکومتداری فاجعه‌بار او و زنده کردن خشم و نفرت عمیق است که تمام مردم افغانستان از او دارند. این تصمیم از هر سویی که و از هر مرجعی که گرفته شده باشد در تعارض آشکار با اراده قلبی میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان قرار دارد. مردمی که در فقر و فاجعه میان مرگ و زندگی دست و پا می‌زنند و بدون شک تا چندین سال آینده همچنان باید از اینه‌های سنگین و مرگبار خیانت‌ها و جنایت‌های این عنصر فرومایه و فاسد فاشیست و دست نشانده و بی‌هویت را بپردازند. با این حال اگر غنی به کشور برگردد، بازگشت او مصداق بارز برگشت مجرم به صحنه جرم است، زیرا او به کشور برمیگردد که آن را ویران کرد، فرو پاشاند، صدها هزار نفر را به کشتن داد، آواره و بی خانمان کرد، میلیون‌ها نفر را درگیر فقر فراگیر و فاجعه‌آمیز و بیکاری و گرسنگی نمود. بدون شک مردم دیگر برای او فرش سرخ نخواهند گسترد، زیرا او در کمال وقاحت و دیده درایی به جای فرش سرخ پا روی خون صدها هزار نفری خواهد گذاشت که قربانی سیاست‌های ضد ملی، خیانت‌های پنهانی و جنایت‌های آشکار او و عواملش شدند و پس از فرار شرم‌آور و بزدلانش نیز همچنان درگیر فقر و قحطی و بیکاری و بیوطنی هستند. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، و در اینجا می‌رسیم به پایان بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان و تفسیری که من خدمت شما تقدیم کردم.